ورود دوستان و عزیز در خدمت شما هستم یه چند دقیقه میخوام در باب این افتضاح سپای پاسداران صحبت کنم همونطور که در عنوان این ویدیو هم میبینید در باب ناوچه شهید رودکی یا اینطوری که خودشون میگن ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی این دیروز اخ... اخباری بیرون اومد در خیلی از سایت های وابسته به سپاه پاسداران قرار گرفت که سپاه یک ناو اقیانوس پیما رو الحاق کرده به نیروی دریایی خودش و کلی هم در صحبت کردن حالا حجت توردن از رسانه های روسی و عربی و نمی اروپایی و که دور و اغلبشون من این رو در سایت نسیم آنلاین دیدم و در مشق نیوز هست در ایسنا هست دیگه در تسنیم هست خیلی از به خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران و دولتی در جمهوری اسلامی این رو رسانه‌ای کردن و خیلی با آب و تاب هم صحبت کردن بدون این که بدونن قضیه از چه قراره خیلی از این دوستان برانداز ما هم این رو در توییتر در فیسبوک قرار دادن و انتقاداتی کردن حتی مسخره کردن که به راستی جای مسخره کردن هم داره این کاری که سپاه پاسداران کرد من در ابتدا که دیدم حالا با توجه به شناختی که به این قضایی داشتم کمی اول تعجب کردم که چطور اینها همچین اجازه رو به خودشون دادن که بیان همچین کار شیادانه رو انجام بدن بعد خندم گرفت واقعا اینا فکر میکنن که حالا چون طرفداران خودشون انسانی نفهمی هستن و غرق در این توهمات ایدولوژیکن باقی مردم ایران که طرفدار اینها هم نیستن به این ترتیب یا ایزن به همین ترتیبند البته که خیر اگر بودن که نیازی نبود اینا کلی وقت بخوام بذارن هزینه بذارن یه سپای سایبری درست کنن که بیان زیر پست های من و خیلی دیگه از دوستان و این براندازان و منتقدین بخوان حالا فوش اصطلاح خواهر مادر بدن حالا بیتاروف بذاریم بگم و فهاشی کنن صحبت های ناشایست کنن حتی زیر ویدیوهای معمولی من هم اتفاق میفته که خیلی وقتا من پاک میکنم اینها رو در همین کانال یوتیوبی که دارید من رو میبینید از این بگذریم بذاریم حالا من مقدمه رو کوتاه کنم بپردازیم به قضیه این ناف حالا من توضیحاتی میدم با توجه به شناختی که به کشتی و حالا اصطلاحا میگن نویگیشن ساینس یا علوم ناوبری دارم برای دوستان توضیح بدم و روشنگری کرده باشم گرچه مطمئنم که زیر به کرمون بردن هر انسان عاقلی و هر انسان دانش آموخته میتونه قضیه رو متوجه بشه ولی از اون رو اگر این دوستان سایبری و دوستان حالا ارزشی بخوان کلیپ من رو نگاه کنن اولی اتهامی که میزنن میگن شما حالا ضد ایرانید شما چش ندارید ببینید که ارتش ایران داره بزرگ میشه سپاه ایران داره بزرگ میشه ما ناف سیستم نظامی خودمون کردیم و اینها نه من منکر اینها نیستیم البته سپاه که من حاضر نیستم یک قیرون میگن یک ریال به اینها داده بشه چون اون یک ریال گلوله میشه و تو شکم جوانای ایرانی میخوره ولی کسی بعدش نمیاد که کشورش داروی قدرت نظامی خوبی باشه البته اگه اون دولت و اون حکومت به فکر مردم باشه وگرنه اگه قرار باشه اون گلوله به سمت مردم شلیک بشه اون بهتر که هیچی نداشته باشه که البته اینا یه پروپاگانداست بیشتر یه یعنی چیز خاصی نیست اگر بود من تایید میکردم بله اینا و چیزی دیگه بعد دوستان عرض کنم آها این مسئله معروفه که اگر درست بگمش میگه طرف جوجه رو رنگ میکنه به جای قنا... قناری میفروشه قضی سپا پاستان همینه اینا جوجه رو رنگ میکنن یه بخش رو میزنن تو جیب خودشون که یکی نا... ناو اقیانوس پیما من نه اولین بار میشنوم من کشتی اقیانوس پیما شنیدم من مثلا کشتی ایران تهران یا ایران احواز ایران آبادان ایران شاهد اینا اقیانوس پیما ولی ناو اقیانوس پیما من نشیده. حال نشنیدم ناو جنگی شنیدم ناو چه شنیدم ناو هواپیما بر شنیدم همون که مثلا یو اس اس اینترپرایز ایناست مثلا در امریکا فکر کنم 5 6 تا ناو هواپیما بر داره خب بگذریم از این بیایم ببینیم توی این قضیه چی گفتن اینها خب نوشته از سایت نسیم آنلاین بالا میتونید ببینم از این سایت دارم میخونم نوشته آین الحاق ناو اقنوز پیما شهید رودکی به نیروی دریای سپاه با حضور سلشگر سلامی برگزار شد فرمانده سپاه بعد اینو دادم آین الحاق اقیانوس پیما شهید رودکی به نیروی دریای سپاه ام صبح امروز پنجشنبه یعنی دیروز با حضور سردار سر سلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد ناو اقیانوس پیما شهید رودکی شناور ببین هی تکرار میکنه ناو اقیانوس پیمان ناو اقیانوس پیمان وقتی یک مز... یک چیزی رو ببینید دوستان براتون دارن صد بار تکرار میکنن بدون درش دروغی هست شناور سنگین چند منظور دور دوربرد است که قابلیت حمل و عملی... عملیاتی کردن انواع هواپیما، پهپاد و سامانه های موشکی، پدافندی و راداری دارد. ببین دروغ میگم. یکی از این برای دوستان بگم. حالا کاری ندارم به محتوای این قضیه. هیچ هواپیمای روی نمیتونه بشینه و هیچ هواپیمای روی نمیتونه بلند بشه. و گفتم پهپاد، پهپادم روی این نمیتونه بلند شه چون هیچ باندی برای این کار نداره. این از این. و یک هلیکوپتر شما اینجا میبینید. این, این هلیکوپتره. من بزرگش کنم یه چرخ بال میگن بالگرد میگن اینه که فقط در حد اینه میتونه بلند چه بشینه اونها همین توی این جایی که سفیدش کردن و غیر از اینجا بخواد جای دیگه بشینه اونجا به سانه یه دریایی میشه و البته هوایی خب بعد نوشته این ناف با توناش 400 تون و طول 150 و متر و عرض 22 متر دارای رادار آرای فازی سبودی موشک های به سطح سطح به هوا سامانی مخارباتی یک پارچه برای جنگال و موشک سوم خورداد و این داستان ها ببینید دوستان عرض کنم براتون این رو من دروغ بیشتر نمیگن این اینها رو گذاشتن میگن پرو، پروپگاندا اینه که شما باید بیاین فیلم درست کنید خب اینها رو واسه دقایق رو این, این... اه... کشتی گذاشتن کشتی شیپ ن... ناف نیستین گذاشتن روی این بعد که عکس بگیرن چند تا عکس هوای زمینی بگیرن یه روبانی هم پاره کنن یه سردا سلامی هم بیاد این مفخور هم بیاد خور صحبت کنه و با اون شکمش بیاد صحبت کنه مثلا بگه که ما تو مشو درنا امریکا میکوبیم و این داستان ها و خبرگزاری هم همه متفق قلقل یه چیز رو بنویسن برای اینکه مثلا ذهن مردم رو یه خورده مثلا به خودشون جلب کنن یه عده جیره بیان تعریف کنن تمجید کنن بله ما ناو اقیانوس پیما درست کردیم اصلا همین لفظشو من میشنم میفهمم من دروغ دارم میگم حالا که اینو چه کار کردم واسه دقیقا توضیح میدم یعنی کارشو تموم دقیقا توضیح میدم که این اه, چی بوده که این چی بوده که این طور شده یعنی دوستان اجازه بدن من بیارم اینها رو خب برگردیم دوباره به این صفحه خب این که, این چیزی که شما میبینید این چیزی که خودشون میگن ناف من زوم کنم ببینید قایق اینجا دو تا قایق مخصوص کشتی های اقیانوس پیماست این دوستان این قرمز هایی که میبینید خب اینها هم به شما میخور کامیون باشه اگر درست بگم و این یه رمپ درست کردن اینها من نفهمیدم دلیل گذاشتن این رمپ چیه اینجا چون تو کشتی های باربری این نیست و این هلیکوپتری که گفتم و موشک ضد کشتی اصطلاح هم به اینا میگن و اینجا هم خب که نوک کشتی یا اصطلاح هم بوبش گفته میشه مثل کمان میمونه ناف ها عموما همچین چیزی رو ندارن دوستان یعنی شما امکان نافی ناوی ببینید که همچین چیزی رو داشته باشه که سطحش بالاتر از خود سطح دک یا عرشه کشتی باشه چیزی که اینها بهش میگن نا... ناو اقیانوس پیما و این هم که نشون دوستان دادم ولی خود زوم کنی. فکر کنیم فکر کنم این سوم خورداد باشه سوم میشه سوم خورداد به اینا خیلی خوب توجه کنید دوستان اینها جون انسان ها رو نجات میدن بهشون میگن رسیو بوت خب یعنی قایق نجات کشتیه که دو, دو, سمت کشتی گذاشتن که اصلا این قانون توی کشتی های باربری و مسافربری جنگی رو من نمیدونم ولی فکر نمی کنم جنگی به این شیبه باشه کشتی مسافربری و باربری قانونی که بعد تو دو سمت قایق نجات باشه چون بخاطر اینکه در تایتانیک موقعی که کشتی از سمت راست فکر کنم غرق شد تمام قایق ها سمت راست بودن و مردم نتونستن به قایق ها برسن از این رو بعد دو سمت کشتی قایق باشه که اگر به فرض مثال از سمت چپ یعنی از سمت پورت کشتی آتیش گرفت حالا داشت غرق میشد کارکنان میتونن خودشون به این قایق برسونن و حالا خودشون نجات بدن به هر این از این و اینجا هم که میبینید اینا چیزهای معمولی گذاشتن چیز خاصی اینجا نیست یعنی اون چیزایی حال میگن جنگال و اون سیستم های جنگ الکترونیکی اونا چیز خاصی همینجا من ندیدم از این هم بگذاریم خب این اصطلاح هم به این کشتی که شما داره اینجا میبینید میگن کشتی های بالکریر کشتی های بالکریر یا بر که اسمش استارپول پولاریس خب این شکلی هن. این کشتی به قولی فله بره این هر چند در پای انبار اینها که میبینید روی عرشه کشتی اینجا هم که رنگش رو عوض بدل کردن اینجا هم به قول معروف واسه نشستن بالگرده و از این رو گفتم ببینید شما در کشتی های بالک میبینید که ما دو تا عرشه داریم یک عرشه اصلی بهش میگن و یه عرشه دومی خب بهش میگن آپردک اگر درست تلفظش رو تو ذهن باشه ارتش دومی اینجا تناپای کشتی هست و لنگر کشتی هست و لنگر هم اینجا میبینید و اگر بخواد کشتی پهلو بگیره با توجه به جهت پهلو گیری خب ده اون کارکون ملوانان حالا افسرها تناپای این زردها تناپ تناپا رو به خشکی میرسونن تا بتونن کشتی رو بچسبونن لنگر هم که اینجاست از این من گفتم که خیلی شک دارم در ناوا همچین چیزی باشه به این ارتفاع در همه کشتی باید باشه همچین چیزی ولی به این ارتفاع در کشتی بارک ما بیشتر میبینیم و اینطوری که ببینید خودتون مقایسه کنید یعنی اینطور این کشتی رو شما مقایسه کنید ببینید با این کشتی ببینید دقیقا همون به اسطلاح اینا میگن وینگ من دست گرفتم این رو روش وینگ به این میگن و این هم رادار و چیزای آنتنیه و این هم که اگزوز بگم بهتره خب اینم که دود از اینجا میاد بیرون و این قضیه از این قرار این قرمز ها اگه بتونم حالا زوم کنم چون دوستان بدم این قرمزی که اینجا میبینید دوستان همین رسکیو بوت یا قایق نجاتی که بر دوستان عرض کردم ولی یک قایق نجاتی مطمئنا این دو بعد داشته باشه که پشت این قرار گرفت حالا این سبت نداره این پشت این اکومودیشن استال هم بهش میگن قرار گرفت اینجا هم که پل فرمانده یک این کشتی خب ببینید دقیقا اینها اومدن این رو در اینجا میبینید دوباره واقعا خنده داره مدن ارشه رو اینها رو همه کور کردن یا بستن ارشه رو یک دست کردن چند تا با جرس چند تا موشک و حالا موشک های ضد کشتی و دیگه چطور کامیون و اینها رو گذاشتن با یه دونه هلیکوپتر و گفتن که بله این ناو اقیانوس پیما واقعا آدم خندش میگیره واقعا میگم که خب این اه... کشتی ابن سینا گفتم یه حداقل فارسی هم بیارم یعنی یه کشتی ایرانی هم بیارم خب اینه این از نما از پشتشه چیزی که توی این ناو اقیانوس پیمان که خودشون میگن دروغ هم میگن شیاد ها چیزی که پشت این هست اینه دوستان واسه همین از پشتش نکس نگرفتن شما از جلو داری میبینید بعد اینا رنگش کردن که جنگی به نظر برسه وگرنه در اصل همین کشتی این چنینی بوده خب از رده خارج شده اینا گرفتن حالا یه تغییر کاربری دادن و کشتی باربری رو کردن کشتی جنگی اینه دوستان بعد حالا این کشتی از چطور میخواد خودش دفاع کنه بعد یه سوال خیلی خوب زارم بپرسم و جوابش هم به دوستان میدم شما فکر میکنید بیارم من رو در ابتدا شما فکر میکنید همچین کشتی دوستان این چی توش هست این چی داخل این کشتیه هرچی هر چی ب... تجهیزات نظامی هست که این توه خب این توه دوستان انباری هم شما نمیبینید که چیزی تو انبار بخوام بذارن یا نهایتا میذارن توی این رمپی که درست کردن اینجا اینجا مد نظرمه تو این رمپ خب شما فکر میکنه الان توی این کشتی چیه در واقع که این کشتی اینطوری خوابیده اومده پایین البته این زیاد نخوابیده یعنی نرفته پایین این کشتی خورده نوکش بالاست اینجا این نوک کشتی خورده بالاست میدونید دوستان قضیه چه قراره بزنین رو همین خودش نشون بدم خیلی بهتر اینجا بهش میگن اه، اه، تانک های آب توازن خب یا بلست این تانک های آب توازنه که یک دریچه باز میشه آب پمپاژ میشه داخل اینجا خب و کشتی زمانی که خالیه پایین بره کشتی و زمان کشتی رو بخوان پر کنن بارگیری کنن در کنار بندر به میزان باری که وارد کشتی میشه آب از اینجا اینو خالی میکنه از این ناحیه تمام این ناحیه که شما ببینید دو, سه تانک سوخته و بعد, بعد از اون همش آب توازنه که توازن کشتی رو نگه داره چون کشتی اگر خالی باشه خیلی میاد بالا و توی دریای طوفانی و توی خیلی جاها به مشکل برمیخوره این چیزی که واسه همین این کشتی که شما داری میبینید اینجا این خیلی بالاست این نوکش تقریبا نوکش اینجا معلومه از این بابت یعنی دروغ این افراد رو نباید واقعا باور کرد و همیشه بعد با دید چطور بگم منفی به گفته اینها نگاه کرد چون که سپای پاسداران زمانی که میگه روز مطمئن باشین اون روز شبه بعد شک کنید بازم بعد برید بیرون نگاه کنید ببینید آیا واقعا روز یا شبه چون سپای پاسداران گفته فقط پروپاگاندا فقط تبلیغات سیاسی فقط لاف و بلوف هیچی برای گفتن ندارن اینها و اختلاس می این کارشون چی نه اختلاس یعنی میخوان اختلاس کنن ببنید. این نیست که بگه خب فلان مرکز بیا مثلا ده, ده میلیارد تو هم بریز به حساب من اینطوری نیست اینها بعد یک صورت جلسه ای بنویسن یک لیست خرید بنویسن یک لیست تجهیزات بنویسن بدن پولش رو بگیرن بخش تو جیب خودشون میذارن تخص میکنن بین خود فرمانده سپاه بقیهش یک چیزی مثل این توش در میارن <تصفح> آدم چی بگه بسیجی هم تو نگاه میکنم واقعا خیلی خوب واقعا عجب گشتی درست کردیم واقعا ببینید این تایی تایش بتونه بره پونزده نات دریاییه یعنی نهایت نهایتش دوستان رو تخفیف بدیم 20 ناته خب یعنی هر نات میشه 1825 متر یعنی در یک ساعت 20 تا 1825 متر میره اگر درست متراژ نات دریا رو بگم قضیه از این قرار دوستان م... پول مفت میگیرن میان با جره سقیم نار گذاشتن اینجا بعد میگن که بله ما ناف درست که ناف اقیانوس پیما فراموش نکن خب اینم از این داستان دوستان از اینم بگذریم نمای دیگه که نشون دادم به دوستان نمای این قضیه رو و این کشتی های هم که اینجا هست و اینم هم, هم نمای واقعی یک ناو جنگی یا ناوچه جنگی که مال ارتش جمهوری اسلامی هم هست گفتم گفتن میخواستم از آمریکایی یا از آلمانیا یا از فرانسه یا بیارم خب میبینی که پرچم ایران هم اینجاست میخوام بگم که ایران ناو جنگی داره این ناو جنگیه خب هر چیزی که روش چهار تا ابزار جنگی بذارن که ناو جنگی نمیشه شما میبینید اینجا رو میبینید این توپ داره خودش دفاع کنه این رادار پرقدرت داره این رادار رو میبینید رادار معمولی که نیست این رادار پرقدرت داره و رو شما نگاه کنید یه ارشه بسیار کوچیکی شما اینجا میبینید اون کشتی که همش ارشه بود خب بعد که ناف نباید که اینقدر پهنا داشته باشه بعد ظریف باشه یعنی باریک باشه که بتونه به راحتی بتونه به راحتی روی آب شناور بشه و توی تیرس دشمن نباشه این که تو اون کشتی به اون بزرگ مثل جزیره میم. 150 متر مثل جزیره میمونه دوستان این خود دفاع از این خودش پنج ناو جنگی میخواد امریکا موقع که ناوای هواپیما هواپیما برشون میاره حداقل 10 تا از این ناوهای که اینجا شما دارید میبینید اسمش نمیدونم چیه راست شو بخوایم همینطوری از تو اینترنت پیدا کردم ناو ناو شکنه حالا البرز نمیدونم نمی ابن سیناس نمیدونم دقیقا چه ناو شکنی هست این 10 تا از اینا فقط اینو ساپورتش میکنن و ببینید خب دیگه تشخیص بعد بزنن دوستان با توضیحی که من دادم ببینید دوستان این کشتی که اینجا میبینید این کشتی چیز باربریه حالا نمیدونم حالا فله بره حالا کشتی جنرال کارگو یعنی کارگاه بارهای عمومی میزنه یا نمیدونم دقیقا چیه ولی خب میدونیم کشتی جنگی نیست هرچی است خب این ببین تفاوت خودتون متوجه میشین اصلا اکومودیشن و پول فرمانده یا استرام بریج این کجا بریج این کجا میگم همون مثال خودمونه دیگه من گفتم اون اول در مقدمه اینه که جوجه رو رنگ کردن به جای قناری میخوام مردم بفروشن و البته هستن خب حالا بی سوادان نادان های بسیار زیادی هستن که حالا ببینید تا در آینده کلی از این ناف حالا به اصطلاح ناف البته من میگم دفاع میکنن تمجید میکنن که بله ما یک ناف درست کردیم خبرگزاری روسیه چنین گفته خبرگزاری د... 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 عربی فلان چنین گفته خبرگزاری اردو چنین گفته و ببینید چه داستانی درست میکنن و دروغ میکنن تو مغز مردم البته خب هم هستن که از دروغ خوششون میاد و اینکه کسی بیاد براشون دروغ کنه خیلی لذت میبرن و یه توهم دیگه چیز توهم نیست بگذاریم از این من به همه دوستان بدرود میگم تا اون بحث دیگر امیدوارم بتونم در خدمت دوستان باشم